دوستان سلام، امیدوارم حالتون زیبا باشه مثل این شالیزارهای سرسبز شمال. خیلی وقتا چیزی که داره اذیتمون میکنه مقایسه خودمون با دیگرانه. فکر میکنیم زندگی مثل یه جاده است و کسایی که علم بیشتر، زیبایی بیشتر و حتی ثروت بیشتری از ما دارن از ما جلوترن، در حالی که هیچ کس از ما جلوتر و عقبتر نیست، چون هیچ دو نفری مقصد یکسانی ندارن. 8 میلیارد انسان متفاوت روی کره زمین هست با 8 میلیارد نقشه راه متفاوت و 8 میلیارد مقصد. جاده که من توش هستم نه قبلا کسی توش بوده و نه بعدا کسی توش قدم میزنه. هدف ما باید تبدیل شدن به بهترین نسخه خودمون قبل از مرگ باشه. دقت کنید، بهترین نسخه نه، بهترین نسخه خودمون. بهترین نسخه یه نفر میتونه یه خانم خانه‌دار باشه، بهترین نسخه یکی دیگه رئیس جمهور، یکی دیگه آشپز، گرافیست. بزنیم بحث رو بیشتر بازش کنیم. هیچ دو گیاهی شبیه هم نیستند. سرو برای قد کشیدن خلق شده، لاله رو خلق کردن برای گل دادن، نعنا برای معطر کردن. هیچ شالیزاری مثل این مزرعه های زیبا آرزو نمی کنه که کاش من مثل یک جنگل انبوه بودم، چون آفرینش و کمالش بهش القا شده. ما انسان ها 8 میلیارد آدم چون از لحاظ فیزیکی شبیه هم هستیم، فکر میکنیم قصه مون با اونا فرق داره. اما اینطور نیست. همونطور که میلیون ها گونه گیاهی وجود داره، هر انسانی هم یک نمونه جداگان است. اینکه تو آرزو کنی مثل پروفسور حسابی باشی به همون اندازه عجیبه که شیر آرزو کنه پرواز کنه. یادمون باشه هر کسی بر اساس زمانه این که توش به دنیا اومده و ژنتیکی که از اجدادش به ارث برده و موقعیت مکانی که توش بزرگ شده یه خمیر مایه‌ای پیدا میکنه. اسمشو میگن تقدیر، چون همه اینها دست خودمون نیست. اما اگر با همین خمیر مایه به بهترین نسخه خودت تبدیل نشی میشه تقصیر، چون این دیگه دست خودمونه. پروفسور حسابی اگه سالها هم تمرین کنه نمیتونه مثل استاد شجریان چهچه بزنه. استاد شجریان هم اگه سالها تمرین کنه نمیتونه مثل رضازاده وزنه برداری کنه. حالا اگه پروفسور حسابی به جای تحصیل و علم میرفت دنبال کارمندی، یا استاد شجریان میرفت و ساخت و ساز، یا رضازاده میرفت آشپز میشد، یعنی به بهترین نسخه خودشون تبدیل نمیشدن، چون هم به خودشون هم به مردم جفا کردن، این میشه تقصیر. در حقیقت خدا میخواد بگه این استعداد رو من روی زمین فقط به تو دادم و یک چیز هم از تو میخوام که اونو کشفش کنی و به اوجش برسونی. این تنها رسالت و مأموریت توست، چون با کشف استعداد و انجام مأموریت خودت دنیا رو جای زیباتری برای زندگی کردن میکنی. شاید یکی پیدا بشه بگه من اعتراض دارم، من خمیر مایه اولیه خودم رو قبول ندارم، فکر میکنم بی‌عدالتی شده. ببین خمیر مایه اون چقدر بهتره، چقدر زیباتره، چقدر ثروتمندتره، چقدر باهوشتره. اما وقتی فکر اینو میکنی یعنی نسخه برتر خودتو کشف نکردی، که اگر پیداش کرده باشی
هیچ موقع آرزو نمی کنی جای دیگری باشی. وقتی بهترین نسخه خودتو پیدا کنی، دلت هیچ جای دیگه بند نمیشه. در آخر یادمون باشه، لازم نیست ماموریت غیر ممکنی رو ممکن کنی. باید حضورت توی دنیا وزن داشته باشه. باید رد پات توی دنیا بمونه. این همون فلسفه زندگیه. مرسی از اینکه با لایف پورتال هستین.